سلام به کلاس درس خوش اومدید خب امروز میخوایم با هم دیگه بحث در مورد دترمینان رو شروع بکنیم ما قبلا دترمینان ماتریس های دو در دو رو با هم دیگه تعریفش رو یاد گرفتیم دترمینان ماتریس دو در دو یادتون هست تعریفش چی بود؟ اگر یک ماتریس آ داشتیم در حالت کلی که دو در دو بود با درایه های A, B, C و D اون وقت دترمینان ماتریس A رو با قدر مطلق A یا قدر مطلق A به C, D نشون میدادیم. و مقدارش یک عدد بود که برابر بود با چی؟ برابر بود با A ضب در D منهای B ضب در C خب به عنوان مثال مثلا اگر ماتریس آمون برابر باشه با یک دو سه و چهار اون وقت دترمینان ماتریس ها برابر با چی میشه؟ برابر میشه با یک زب در چهار منهای دو زب در سه یعنی چهار منهای شیش که منفی دو هستش خب این از یادآوری دترمینان ماتریس دو در دو حالا چیزی که ما میخوایم با هم دیگه یاد بگیریم که بحث جدید ما هست میخوایم ببینیم که دترمینان رو برای ماتریس های سه در سه چطور باید تعریف بکنیم پس دترمینان ماتریس سه در سه خب قبل از اینکه بتونیم با هم دیگه دترمینان ماتریس سه در سه رو یاد بگیریم چند تا تعریف رو باید ببینیم که من اول اون تعریف ها رو بهتون میگم و بعد از اونها استفاده میکنیم تا دترمینان ماتریس 3 در 3 رو به دست بیاریم خب اول این چیزی که باید تعریف بکنیم خب بیاد اول فرض بکنیم که یک ماتریس 3 در 3 داریم پس فرض اینه که یک ماتریس آی داریم با درایه های آی آی و جی و اندازه ماتریسمون یا مرتبهش سه در سه هستش خب حالا بیایید با هم دیگه فرض بکنیم که خب از میخوام بیایید اولین تعریف رو با هم دیگه ببینیم اولین چیزی که تعریف میکنیم اسمش هست آی و جی و مین ماتریس آ آی و جیومین که هاد ماتریس آ آی جیومین که هاد ماتریس آ خودش یک ماتریس هستش که اون رو با ام آی و جی نشون میدیم و ام آی و جی یک ماتریس دو در دو هستش ماتریس دو در دو که از حصف سطر آیوم سطر آی و ستون جه ماتریس آ حاصل میشه خب یعنی اینکه مثلا اگر ما یک ماتریسی داشته باشیم آ که سه در سه قرار شد باشه دیگه درسته و فرض کنیم درایاش این هستش یک پنج هفت دو شیش و سه و صفر و دو و یک خوبه خب حالا فرض کنید که به ما گفتن که اه, یک و سومین که ماتریس ها یعنی ام یک و سه رو به دست بیارید خب پس ما طبق تعریف باید چیکار بکنیم باید سطر اول آ یعنی این سطر و ستون سوم آ رو حذف بکنیم و اون وقت اون چی که میمونه چی هستش یک ماتریس دو در دو هستش که درایاش برابر با چی هستن؟ برابر با پنج، شیش، هفت و سه هستن خب مشابه این فرض کنید به ما گفتن که که هاد دو و دو ماتریس آ چی هستش؟ یعنی ام دو و دو حالا باید چه کار بکنیم؟ این بار باید سطر دوم و ستون دوم ماتریس آ رو حذف بکنیم و اون وقت ماتریس دو در دوی که برامون میمونه چی هستش؟ ماتریس یک، صفر، هفت و یک هستش خب پس تعریف کهاد ماتریس سه در سه رو با هم دیگه دیدیم دومین چیزی که باید تعریفش رو با هم ببینیم آی و جیومین همسازه ماتریس آ هستش آیا جیومین همسازه ماتریس آ هستش که اون رو با آ ای, آی و جی نشون میدیم و آ ای, آی و جی این بار یک عدد هستش که برابر خواهد بود با آ ای, آی و جی مساوی هستش با منفی یک به توان آی و علاوه جی ضرب در دترمینان آیو جی و مینکه ماتریس آ یعنی دترمینان ام آیو جی پس حواستون باشه که این علامتی که اینجا نوشتیم یعنی دترمینان ام آیو جی خب به نظر کمی پیچیده میاد اما اگر مثالش رو ببینیم میبینیم که زیاد پیچیده نیست مثلا برای همین ماتریس آیی که این بالا داریم ام فرض بکنید که یک و سومین همسازش چی میشه؟ یعنی آ یک و سه مساوی با چی میشه؟ مساوی میشه با منفی یک به توان چی؟ آی و چه که میشه یک و علاوه سه ضرب در دترمینان M یک و سه. پس دترمینان یک و سه که هاد ماتریس که مساوی با چی میشه؟ یک و که میشه چهار منفی یک به توان چهار میشه یک ضرب داره دترمینان ام 1 و 3 میشه چی؟ چون ماتریس دو در دو هست دترمینانش رو بلدیم برابر هست با پنج زب در سه منهای شیش زب در هفت درسته که اگر اینو حساب بکنیم برابر با منفی بیست و هفت میشه خب مشابه این همسازه دو و دو ماتریس آ چی میشه یعنی آ دو و دو مساوی با چی میشه مساوی میشود با منفی یک به توان دو به علاوه دو ضرب در دترمینان همسازه دو و دو ماتریس آ درسته که برابر می شود با خب منفی یک به توان دو به علاوه دو که می شود منفی یک به توان چهار یعنی یک ضرب در دترمینان ام دو و دو میشه چی؟ میشه یک ضربدر یک من صفر ضرب هفت که این برابر با چی خواهد بود؟ برابر با یک خواهد بود پس همسازه دو و دو ماتریس آ برابر با یک هستش و همسایه همسازه یک و سه ماتریس آ برابر با منفی 27 خب این دوتا تعریف رو تا همینجا داشته باشید تا توی کلاس درس بعدی در مورد دترمینان ماتریس سه در بیشتر با هم دیگه صحبت بکنیم خدا حافظ